سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و بینندگان شبکه فیسبوک و یوتیوب. امیدوارم که همه کس خوب و صحت سربلند باشین و من میخواستم امروز یک موضوع داشته باشم. موضوع ما نامگذاری مینیم در این موضوع ساختکاری های اویله، یعنی که امروزا میبینیم که یک اویله تاجیکستان ما رو چیکار میکند. میگیم که در محاصره خود آمده است و تاجیکستان رو همه طرفه یک اویله چکو کده ایسان، غورت کده ایسان. و این اویله یک نفر بود، یک خدی رحمانوف بود، اولی که اومده بود سالهای بگیم 90 اومده بود و گفته بود در اون سخنرانیاش که مثال یک برادر دارم، دیگر هیچ کس ندارم. و امروز هم میبینیم که ای برادر تو خودش و چندین نفر دیگه پیدا شد، علاکه اینها یک چی کلون شدن، یک اویله کلون شدن و تاجیکستان رو محاصره خود کردن. و ببینید هموطنان عزیز که روزهای اخیر بعضن با نام چاپلوسک یا که فیک بگیم در عموم، اونها چیکار میکنن؟ میبرن میگن که تاجیکستان رو بچید، من تاجیکستان خیلی دام ها ساز کردن یا که یکان پارک ها ساز کردن یا روح ها ساز کردن و اینها صدی روی مشکلی مردم نمیشون. این پارک ساز کرده است یا که هم باغ میگن به اصطلاح تاجیکی، باغ های ساز کردن در شهر دوشنبه بسیارتر و اینها بگم که صد روی مشکلی مردم نمی شود. و دام های یعنی خونه هایی که چندین تجه احساس کردن هر روزه در تلویزیون حکومتی یا که دولتی بگیم یا که اویله رحمان رو بگیم، تعریف توصیف فقط از چی است؟ از فرزندوی رحمان رو فست و نشان می دهند در اون تلویزیون های با نام دولتی که چکا کده ایسان، عباد کده ایسان، یعنی فرزند های رحمانوف عباد کده ایسان و امثال رستم یا که بگیم که ازاده. و من میخواهم در اینجا فکر نظر خیلی قید کنم به هموطنان، چنان که در عرفیت میگویند پدر چگونه فرزند نمونه. مادامه که پدر تا امروز غارت کش مرا به یکون جا نبود، یعنی شما را غیر از مهاجرت صدیرات غلام مگم که یکان کاری نکرد و اینها هم باشند با امثال پدرشون با غارت دزدی هستند و اینها هیچگاه در فکر ما و شما نیستند و نخواهد بود، چون که اینها تا امروز غارت کردن مال مردم و پول مردم، زمین های مردم همه را غارت کردن و مطمئن باشه که اینها در آینده یک سیاستی خوب و اعلی ندارن. و باقی در امان خدا باشید، صحبت ها را طولانی نمیکنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.